صرختها برخو اعلام آمادگی بیمارستان مرکزی هرات برای ارائه خدمات صحی در روزهای عید. مسئولان در بیمارستان مرکزی هرات از آمادگی های لازم در بخش عاجلین بیمارستان برای روزهای عید خبر دادند. ابراز نگرانی شهروندان هرات از خرید و فروش پتاقی و مواد آتش‌زا در روزهای عید. آنان از پلیس می‌خواهند تا جلو فروشندگان این مواد را بگیرند. خوشی شهروندان هرات با فرا رسیدن عید سعید فطر. هراتیان با آرزوی آرامش پایدار به تجلیل از این روز پرداختند. آتش بس میان حکومت و طالبان چهره کابل را تغییر داد. پس از 17 سال بار دیگر پرچم طالبان در کابل به چشم می‌خورد. و خبر آخر این که نماینده ویژه سازمان ملل برای گفتگوهای اضطراری با حوثی‌های یمن وارد صنعا شده است. خانم ها و آقایان سلام، وقت شما بخیر. با سرویس خبر این ساعت از تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین میتونید به گونه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها باشید. تا یک شبانه روز گذشته در ولایت هرات در پی رویدادهای مختلف یک کشته و 119 زخمی به بیمارستان مرکزی هرات منتقل شدند. محمد رفیق شیرزاد سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات گفته است که این افراد در نتیجه حوادث ترافیکی ضربات چاقو، ضرب و شتم و شلیک گلوله کشته و زخمی شدند. آقای شیرزاد افزود که 89 نفر که شامل 9 زن، 30 کودک و 50 مرد می باشند در پی رویدادهای ترافیکی در نواحی مختلف شهر و ولسوالی های هرات مجروح و دو تن دیگر کشته شدند. سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات علاوه کرد که 25 نفر در نتیجه ضرب و شتم، 5 تن در نتیجه ضربات چاقو و شلیک گلوله و انفجار مجروح گردیدند. شیرزایی از آن داشت که در این مدت یک مرد 37 ساله نیست با ضربات چاقو کشته شده است. و باز هم خبر از بیمارستان مرکزی هرات. شمار از ساکنان هرات از مسئولان در بیمارستان مرکزی هرات میخواهند تا تدابیر جدی را برای ارائه خدمات صحی در روزهای عید روی دست بگیرند تا ارائه خدمات صحی در این شب و روزها با کندی مواجه نشود. با این حال مسئولان در بیمارستان مرکزی هرات میگویند که این بیمارستان پلانهای مشخصی برای ایام عید روی دست دارد و ساکنان این ولایت با مشکل جدی روبرو نخواهند شد. شرح بیشتر را از همکارم میشنویم. هرچند ارائه خدمات صحی در روزهای عید مطابق با لایحه کاری وزارت صحت عامه جریان خواهد داشت، اما شماری از ساکنان هرات از مسئولان در بیمارستان مرکزی هرات میخواهند تا تدابیر جدی را برای ارائه خدمات در روزهای عید روی دست بگیرند تا ارائه خدمات صحی در این شب و روزها با کندی مواجه نشود. ساکنان هرات میگویند که با در نظر داشت جمعیت این ولایت باید کارکنان صحی در شب و روزهای عید بیشتر باشد تا بتوانند به مراجع کنندگان خدمات مناسب ارائه کنند. خواست ما از ریاست صحت عامه است که اونا در روزهای عید شرایط طوری مهیا کنند تا اینکه شهروندان ما بتوانند به خیلی ساده و آسان به شفاخانه دسترسی پیدا کنند تا اینکه به مریضی که دارند یا مشکلی که دارند خیلی ساده بتوانند امور حل بکنند. نه خدا نکنه باعث نشه که مریضی که دارند اونا بیچاره به مشکل گیر بمانند و برای از اینا یک مشکل کلان ایجاد. از مسئولان شفاخانه تقاضا میشه که باید در کار خود جدی باشن، شب روز طوری تلاش کنن که فکر کنم مثلا وقتی یک از اعضا خانواده خود اینا که امون عادی سر کرده و اینا توجه کنن، نه که فقط یک نفر میه مثلا گاهی اوقات، البته بعضی اینا اصلا توجه نمیکنه تا هیچ اصلا امکانات در دسترس اینا هست، ولی بهانه میکنن امکانات نیست، در صورتی که شفاخانه ما فعلا واقعا امکانات زیاده. از دکتران عزیز جدا از نرسا خواهش میکنم که همگی کار خود جدی بگیرن و مریضان طوری تداوی کنن که فکر کنن از فامیل خود. این مسئله نگرانی برخی فعالان مدنی را نیز برانگیخته و آنان از مسئولان می‌خواهند تا ارائه خدمات به گونه مطلوب را در روزهای عید مد نظر بگیرند. محمد عقیل سروش فعال مدنی در هرات می‌گوید در ایام عید باید پرسنل بیمارستان مرکزی هرات و همچنان بیمارستان‌های خصوصی به گونه 24 ساعته ارائه خدمات صحی را داشته باشند تا ساکنان این ولایت با چالش جدی مواجه نگردند. بعضی از شفاخانه‌ها در طول بر ایام عید رخصتی می باشد و مریضی که مراجعه می کنه به شفاخانه اینا به موقع
مورد معالجه قرار نمیگیره که متاسفانه نبود دکترها هست و نبود پایوزا هست و همچنین نرس ها وجود ندارم. پس بنان امکانش وجود داره که ما در ایامیه خدای نخواسته تعداد از شهروندان خود جانشان را تعداد از شهروندان ما جان خود را از دست بدن. تقاضای ما است که شفاخانه های دولتی و خصوصی در ایامیه بیشتر پرسنل خود و خدمات صحی خود را ارائه بکنه و دکترین را در شفاخانه داشته باشد، چرا که در روزهای ایام عید مشکلات ناامنی زیادتر میشه و همچنین مسائل دیگه از لحاظ صحی وجود داره که اینا صحت شهروندان ما را متاثر میسازه. با این حال نوراحمد حیدری عضو شورای ولایتی هرات میگوید که هم از حال تعدادی از پرسنل بیمارستان مرکزی هرات برای رسیدگی به بیماران از سوی بیمارستان مرکزی تعیین می شوند و در ایام عید برای ساکنان این ولایت خدمات رسانی خواهند کرد. هم از حال تیم های برای رسیدگی به مریض ها و مریضدار ها تعیین می شه و نوکری والی ها تعیین می شه و اساس یافته های ما همیشه دکتر صاحب ها مشغول رسیدگی به مریض و مریضدار ها بودن که انشالله امسال هم حتما همکارای ما در ریاست ساعت همه هرات و همکارای ما در شفاخانه حوزوی تدابیر روی دست میگیرن و در ایام و در ایام عید هم حتما خدمات رسانی به مردم خواهند داشت. در این حال محمد رفیق شیرزه سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات میگوید که در یک شبانه روز به تعداد 160 تن از پرسنل این بیمارستان در بخش های گوناگون خدمات صحی را ارائه می کنند و آن در ساکنان ولایت هرات و حوزه غرب کشور که به این بیمارستان مراجعه می کنند با چالش های جدی مواجه نخواهند شد. شفاخانه حوزوی هرات به اساس پلان حالت اضطرار شفاخانه حوزوی هرات آمادگی های لازم را به مناسبت های متفاوت دارند. به مؤسسه هم به مناسبت عید سعید فطر آمادگی های لازم هم در قسمت پرسنل و نوکری وال در شفاخانه حوزوی هرات و هم با موجودیت تیم های حالت اضطرار که در خدمت مردم عزیز ما خواهد بود در روزهای ایام عید هم تدابیر لازمه گرفته شده. ما در شفاخانه حوزوی هرات در جریان 24 ساعت هر روز و هر شب در حدود اضافه از 160 نفر نوکریوال در بخش‌های مختلفی شفاخانه حوزوی هرات پرسنل ما حضور دارند، بالای وظایف خود هستند و تمامی خدمات در تمامی بخش‌های مختلف برای از نارو تطبیق خواهد شد. این گفته ها در حال مطرح می شود که جدا از روزهای رخصتی و ایام خاص همواره شهروندان از نوعیت و کیفیت خدمات صحی در این بیمارستان شکایت داشته و بیشترین شکایات مربوط به ارائه خدمات از طرف شب می باشد. ادامه خبر خواهد شما را از فعالان مدنی و ساکنان هرات از وجود اسلحه های پلاستیکی و مواد آتش‌سا در روزهای عید نگرانند و از مسئولان امنیتی می خواهند تا جلو خرید و فروش پتاقی یا مواد آتش‌سا را بگیرند تا باعث نگرانی خانواده ها نگردد. با این حال مسئولان در فرماندهی پلیس هرات میگند که با فروشندگان جنگ افزارهای پلاستیکی و مواد آتش‌سا برخورد قانونی خواهند کرد. شرح بیشتر از همکارم می‌شنویم. استفاده از جنگ افزارهای پلاستیکی و مواد آتش‌سا در شب و روزهای عید در هرات که از سوی اطفال و نوجوانان صورت می‌گیرد، همه سال دغدغه فعالان مدنی و ساکنان این ولایت را با خود به همراه داشته است. با این حال فعالان مدنی و ساکنان هرات از مسئولان زیرابس می‌خواهند تا جلو خرید و فروش پتاقی و مواد آتش‌سا را بگیرند تا باعث نگرانی خانواده‌ها نگردد. آنان همچنان میگویند که امسال مسئولان امنیتی از اقدامات لازم برای جلوگیری از استفاده پتاقی و مواد آتش‌سا سخن میگویند، اما این اقدامات نتیجه مطلوبی را در پی نداشته است. مردم حق دارم حداقل برای یک روزم که شده از آتش جنگ و سرصده های بیمورد در امان باشن، ولی متاسفانه میبینیم همیشه ایام عید مردم در ولایت هرات از اثر موجودیت پتاقی و مواد آتش‌سا همیشه در تلاطم بوده، یعنی مردم نتونستن به درستی با فضای آرام روزهای عید خود سپری کنن. امیدوارم دولت در قبال بحث مواد آتش‌سا و پتاقی ها عطف توجه داشته باشه. ما هم از دولت و هم تقاضامندم که جلو واردات از اینا رو بگیره، جلو فروش از اینا رو بگیره. اگه دست کدام طفل میبینه ببینه کی از کجا خریده بره اون طرف رو به پنجه قانون بسپاره. بعد خانواده محترم و تقاضامندم که جلو بچه ها خور بگیرن، هر کس جلو بچه خود خور بگیره که از اینا استفاده نکنه، خود به خود واسه میشه که امو به انبارها اینا بمونه به فروش نرسه که خود یا واسه میشه در آینده وارد نکنه.
این بازیچه های سرگرم کننده اما مخرب از چندین سال به این طرف توسط کودکان و نوجوانان به ویژه در روزهای عید استفاده می شود و این مسئله نگرانی برخی از اعضای شورای ولایتی هرات را نیز برانگیخته است. محمد سردار بهادوری نماینده مردم در شورای ولایتی نیز از مسئولان امنیتی می خواهد تا تدابیر جدی را برای جلوگیری از استفاده پتاقی و دیگر مواد آتش سا روی دست بگیرند. حالا که عید رسید و اسباب بازی ها و تفنگچه و پتاقی ها همه به بازار حاضر هست و اگر اینا رو خواسته باشیم معدوم کنیم خب مردم متضرر میشه. پیش از پیش باید تذکر داده میشد و کسانی که همیشه وارد میکنه پتاقی و تفنگچه رو به افغانستان که اونا عبا میورزید از وارد کردن همچی وسائله که موجب نگرانی و تشویش به خانواده ها میشه. بسیاری ها بر این باورند که استفاده کودکان از جنگ افزارهای پلاستیکی می تواند سبب تحرک و دلبستگی آنان به جنگ افزار شود و به چنین انگیزه بزرگ شوند و در بزرگسالی نیز روی خشونت در آنها رشد کند. با این حال عبدالله ولی‌زاده سخنگوی فرماندهی پلیس هرات می گوید که با فروشندگان جنگ افزار پلاستیکی و مواد آتش‌زا برخورد قانونی صورت می گیرد. تماما نیروهای امنیتی پلیس هم هدایت تاکید داده شد تا اینکه سر این موضوع با جدیت و قاطعیت عمل کنند و هر دکانی که مواد آتشزا و یا صدازار به فروش میرسانه با اونا برخورد جدی صورت بگیره و به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده شند. و دکانهایی که در اونجی برای ما اطلاع رسیده بود و احساس عظیم میرفت تایی که در اونجی نای دکانهای مواد به فروش برسانن از طرف موظفین امنیتی مورد بازرسی قرار گرفته. خود شما میفهمید که همه موارد مربوط به پلیس نمیشه، باید ارگانهای زیربط که جلو وارد نمودن از اینا به ولایت هرات بگیرن، در کل افغانستان بگیرن و خود بخش های مربوطه باید با جدیت و قاطعیت در این مورد اونا برخورد کنند و رسیدگی صورت بگیره تا ای که ما هم و خود پلیس یعنی به این مشکل یا چالش رو برو نشه. جنگ افزارهای پلاستیکی در بسته‌بندی های بزرگ تجاری وارد افغانستان می شود و کودکان طی چند دهه اخیر به دلیل متاثر بودن از وضعیت جاری علاقه ویژه به جنگ افزار و نبردهای کودکانه یافتند. با این حال آنچه ظاهراً دیده می شود اقدامات ارگان‌های امنیتی برای جلوگیری از جنگ افزارهای پلاستیکی و مواد آتش‌زا تأثیری در کمرنگ کردن استفاده آنها توسط کودکان و نوجوانان نداشته است و کارکرد اداره‌های زیربط ناکام خوانده شده است. ادامه خبر خواب با شورای عید سعید فطر شمار از علما اعضای شورای ولایتی هرات و فعالان مدنی از ساکنان این ولایت می‌خواهند با کنار گذاشتن کینه و کدورت در یک فضای کاملا مطلوب دور از همه دغدغه ها روزهای عید را پشت سر بگذارند. آنان همچنان میگویند که روابط با هم نوعان یک امر طبیعی است و باید برای برقراری این روابط از عید که فرصت این برقراری را مهیا میسازد استفاده کنند. جزئیات بیشتر را از همکارم میشنویم. پس از گذشت ماه مبارک رمضان و آغاز عید سعید فطر، حالا شماری از علمای دین، فعالان مدنی و ساکنان هرات در پیام‌های عیدی خویش با شروع روزهای خوشی از ساکنان این ولایت می‌خواهند تا کینه و کدورت را کنار گذاشته و در یک فضای کاملا مطلوب دور از همه دغدغه ها روزهای عیدشان را سپری کنند. سید محمد شیرزادی رئیس عجو اوقاف هرات از همه ساکنان هرات می‌خواهد تا در روزهای عید روابط خود را با یکدیگر مستحکم کنند و حلقه‌های جدا شده یا گسیخته از یک دیگر را با هم نزدیک بسازند. یعنی روزهای همگرایی، محبت، دوستی، مودت و خیرخواهی و دلسوزی است. کسایی که قطع صله رحم کردند در این روزها باید که بشتابند و دلجویی بکنند از برادران و خواهران و مسلمانشان و تلاش بکنند تا صله رحم که یک فرضی است او را ادا بکنند و انجام بدند و همچنین خواهشم از همه ای هست که در روزهای عید متوجه فقرا، مساکین و ایتام باشین. با این حال فعالان مدنی و ساکنان هرات نیز میگویند که در این ایام باید دغدغه‌های روزگار را کنار گذاشت و به سوی یک صفحه جدید گام برداشت. آنان همچنان میگویند که روابط با هم نوانی یک امر طبیعی است و باید برای برقراری این روابط از عید که فرصت این برقراری را مهیا میسازد استفاده کرد. فلسفه و پیام عید اینه که عید روزهای همدلی، روزهای گذشت، روزهای مهربانی، روزهای است که دید و بازدید باید در روز بیشتر باشه، کدورت هایی که باشه رفع بشه،
و پیام عید بیشتر اینه و در قسمت از این که عید رو که ما این با خوبی سپری کنیم یادی داشته باشیم از اون کسایی که مشکلات اقتصادی در زندگی خود دارن با اونا رسیدگی کنیم. عید یک پیامی داره، عید یک روزیه که ما بتونیم در این روز کل غم‌ها رو فراموش بکنیم و با همدیگر خوش باشیم و در کنار فامیل‌ها و بگذاریم کل اون دشمنی‌ها رو از بین ببریم و حسادت و کینه‌ها رو از قلب دور بکنیم و با هم در خوشی روزهای عید رو سپری بکنیم. برخی از علمای دین نیز میگویند که عید پیام صلح و آشتی است و دین مبین اسلام هر زمان مسلمانان را به دوستی و آشتی امر کرده است و عید را به آنهای خوبی برای آشتی کردن عنوان می کنند. عبدالواحد فروتن، یک تن از علمای دین با تاکید پیام صلح و آشتی در ایام عید میگوید که در این ایام نباید فقرا را از یاد برد و با دادن صدقه فطر پیام عید را به خانواده‌های فقرا رساند. عید خود در مجموع یکی از جشنهای اسلامی است و طبعا با خود پیام شادی و شادمانی و عفو و گذشت و دید و بازدید از دوستان و وارد شدن بیشتر به ساحه جامعه از هر فرد و همچنین برقراری ارتباطات در بین اقوام و خویشاوندان و فامیل ها و اینار داره که این طبعا متن پیام عید در اسلام. اما باز عید فطر در کنار یک پیام بسیار خاص و ویژه هم میتونه داشته باشه و او مسئله که از یکی از واجبات مالی که در این عید شریعت اسلامی او را در واقع جای به جای کرده دانسته میشه و او بحث صدقه فطر. با این حال برخی از اعضای شورای ولایتی این ولایت نیز از مخالفان مسلح میخواهند تا و پاس عید سعید فطر و همچنان اعلام آتش بس از جنگ و کشتار مردم دست بکشند و از آن ده کسانی که یا به عنوان ناراضی یا به عنوان مخالف همون پیمانی که رئیس محترم رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی افغانستان یا از جانب حکومت به عنوان به احترام ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر یک جانبه بحث آتش بس در به هدایات داده که به عنوان که به خاطر که امنیت و صلح و صفا بیایه و آرزو دارم که آن ده کسانی که به فکر آبادی و آزادی افغانستان هستند و اندیشه فکری وطن دوستی را دارند و اونها هم به خود بیایند و بهانه بشه که این همی روزهای عید حداقل بگذارند که مردم در آرامش، در صفا و در صمیمیت در کنار همدیگر تیر بکنند. از دیرباز تا کنون در هرات از عید سعید فطر به گونه با شکوه تجلیل می شود و امسال نیز این عید مطابق است با اعلام آتش بس از سوی حکومت و پیکارجویان طالب و دیده شود که ساکنان هرات روزهای باقی مانده ای عید را در یک فضای امن سپری خواهند کرد یا خیر. والی ولایت بادغیس در گفتگوی با تلویزیون چکاد از تامین امنیت این ولایت و شوراهای منتهی به آن در روزهای عید خبر می‌دهد. تدابیر امنیتی ما داریم، چه کمربندهای ما تقوی هستند، مشکلی نداریم و اردوی ما، پلیس ما، امنیت ملی ما روحیه کافی دارن، روحیه مکمل دارن و خود از شهرم همه ناحیه ما، پستهای ما جای بجا هستن، مشکلات ها نیستن، مکمل ناحیه تحت شهرم تحت کنترل ما هست و سرحدات ولایت تحت کنترل ما هستن. با برقراری آتش بس موقت میان طالبان و حکومت شمار از پیکارجویان طالب وارد شهر کابل شده و با استقبال وزیر امور داخله روبرو شدند. آتش بس میان طالبان با حکومت از دو روز بدین سو آغاز شده و جنگجویان این گروه در بسیاری از ولایات وارد شهرها شدند. روز گذشته تصاویر از پیکارجویان طالب و نیروهای امنیتی در نقاط مختلف کشور در صفحات اجتماعی به نشر رسید که آنان به یکدیگر را با آغوش کشیده و فرار رسیدن عید را به یکدیگر تبریک میگویند. اما امروز شمار زیاد از پیکارجویان طالب وارد شهر کابل شدند و حتی پرچم آنان در مرکز شهر کابل برافراشته شد. در تصاویر نشر شده در شبکه‌های اجتماعی ویس احمد برمک وزیر امور داخله نیز به چشم می‌خورد و که هنگام ورود طالبان به کابل آنان را در آغوش گرفته است. در همین حال پلیس کابل با تایید ورود پیکارجویان طالب به شهر کابل گفته است که پیکارجویان طالب هنگام ورود به شهر سلاح‌هایشان را به دروازه های ورودی این شهر تسلیم کرده که انگام برگشت دوباره تسلیمشان می شود.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در تماس تلفنی با نخست وزیر پاکستان کشته شدن رهبر تحریک طالبان پاکستان را تایید کرد و از پاکستان خواست تا گام‌های عملی برای تامین صلح در افغانستان بردارد. پس از کشته شدن رهبر طالبان پاکستانی در افغانستان، رهبران دو کشور تلفنی گفتگو کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در تماس تلفنی با نخست وزیر پاکستان کشته شدن رهبر تحریک طالبان پاکستان را تایید کرد و از پاکستان خواست تا گام‌های عملی برای تامین صلح در افغانستان بردارد. پیش از این یک مقام ارشد آمریکا گفته بود که رهبر گروه طالبان پاکستانی در یک حمله هوایی هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی کشته شده است. این مقام نظامی آمریکایی گفته بود که این حمله شب چهارشنبه در پناهگاه ملله فضل الله در ولایت کنر در نزدیکی خط دیورند انجام شده است. بینندگان گرامی، پس از یک میان برنامه کوتاه با ادامه خبرهای خارجی در خدمت شما خواهیم بود. ادامه خبرها. مارتین گریفیس نماینده ویژه سازمان ملل در یمن برای گفتگوهای اضطراری با حوثی‌ها وارد صنعا شده است. آقای گریفیس امیدوار است که حوثی‌ها را ترغیب کند تا به کنترل بندر حدیده پایان دهند. سازمان‌های بین‌المللی نگرانند که ادامه جنگ برای تصرف حدیده باعث شود که وضعیت انسانی در یمن وخیم‌تر شود. همزمان یکی از سخنگویان دولت یمن گفته است که نیروهای ائتلاف بر رهبری عربستان فرودگاه حدیده را از کنترل حوثی‌ها خارج کردند. عربستان به دلیل حراس از ارسال کمک‌های نظامی به حوثی‌ها مدت خاص یمن را محاصره کرده و مردم با کمبود شدید مواد غذایی و دارویی مواجه هستند که این باعث نگرانی سازمان ملل متحد و گروه‌های امدادی شده است. گزارش‌های مستقل اشهر وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد که نیروهای حوثی کنترل فرودگاه را از دست دادند. مرور دوباره بر سرخط مهم‌ترین خبرها. اعلام آمادگی بیمارستان مرکزی هرات برای ارائه خدمات صحی در روزهای عید. مسئولان در بیمارستان مرکزی هرات از آمادگی‌های لازم در بخش عاجل بیمارستان برای روزهای عید خبر دادند. ابراز نگرانی شهروندان هرات از خرید و فروش پتاقی و مواد آتش‌زا در روزهای عید. آنان از پلیس می‌خواهند تا جلو فروشندگان این مواد را بگیرند. خوشی شهروندان هرات با فرا رسیدن عید سعید فطر. هراتیان با آرزوی آرامش پایدار به تجلیل از این روز پرداختند. آتش بس میان حکومت و طالبان چهره کابل را تغییر داد. پس از 17 سال بار دیگر پرچم طالبان در کابل به چشم می‌خورد. و خبر آخر این که نماینده ویژه سازمان ملل برای گفتگوهای اضطراری با حوثی‌های یمن وارد صنعا شده است. بینندگان گرامی، بود سرویس خبر این ساعت که تقدیم حضورتون شد. شما میتونید 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با این‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و به خصوص با این‌ترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکات دنبال کنید. در هر جای جهان که زندگی میکنید، بدون محدودیت از زمانی و مکانی میتونید با استفاده از وبسایت ما بیننده خبرها باشید. سپاس از همراهیتان به این بسته خبری.